خدمت رفقای خودم عرض ادب و احترام میکنم دوستان بامداد با سه شنبه هست و خدمت رو رسیدم یه موضوعی توی فوتبال ایران به خصوص فوتبال بانوان نظر منو جلب کرد البته شما بزرگواران حتما در جریان هستید که تیم فوتبال خاتون بم با اقتدار تمام دو سه هفته قبل تونست به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان بانوان و زنان آسیا صعود بکنه مسابقات در تایلند برگزار شد تیم خاتون بم نماینده ایران بعد از تیم استرالیایی به مقام دوم رسید و تونست بسیار خوب کار بکنه و واقعا میگم تاریخ سازی کردن کارستانی برای انداختن و تونستن به مرحله بعدی صعود بکنم محله بعدی محله نهایی است دوم و سوم فروردین برگزار میشه و تیم خاتون بم نشون داد که پتانسیل بسیار بالایی داره تیم قدیمی تیم ریشه دار در فوتبال بانوانه و خدمتتون عرض بکنم که تمام بازیکنانشون فوق العاده بودن عالی کار کردن یه بازیکنی داره تیم خاتون بم زهرا قمبری کسی که کل دوم رو زد به تیم تایلندی که تیم میزبان بود در لحظات پایانی و تلف شده ببینید میخوام اینجوری شم... ب... من اصلا برای چی این موضوع رو مطرح کردم خب چندل سود که شما بزرگواران حضور دارید هوادارشید و منم از این بابت بسیار خوشحالم امیدوارم هر روز به هواداران و همراهان چنل سودم هم اضافه بشه ما همش ما که میگم من و دوستانم میشین هم فکری میکنیم به خصوص از کامنت های شما استفاده میکنیم و موضوعاتی که شما درخواست میکنید و پوشش میدیم و خب من سعی میکنم درسته بیشتر تم تم فوتباله و چون حساسیت بیشتره و هواشی بیشتره اما موضوعات دیگر هم بهش میپردازم به خصوص موضوعات زنان و بانوان ایران که باید بهش پرداخته بشه دوستان من امیدوارم این ویدیو ویوش بیشتر بشه دیدنش بیشتر بشه به چرا به خاطر که ما اگه پای کار وایسیم نشون بدیم که پشتیبان زنان و دختران ایرانی هستیم و میتونیم زبانشون باشیم و خدمتون ارز بکنم از سختی بگیم از مشقاتشون بگیم مایوارم که این اتفاق بیارده زهرا غنبری که از بازیکنان تاثیرگذار تیم خاتون بم بود و هست و خیلی هم زحمت کشید واقعا میگم تو پیشانی خط حمله یه تیم خاتون بم کار کرد گل بسیار ه... گلی که زد گل دوم به تیم میزبان زد و خب میزبانو که کلا از گردونه خارج کرد و باعث شد تیم خاتون بم به محله نهایی صعود بکنه اما نکته اینجاست تیم خاتون بم توی مسابقاتی برگزار کرد مثل تمام زنان دختران ایرانی که در رشته های انفرادی چه در رشته های تیمی این هجاب اجباری اسلامی رو باید داشته باشن و حالا مضاف اضافه بر اون نبود امکانات نبود بودجه و خدمتتون ارز بخواه تبعیضات وحشتناک این هجاب اسلامی و اجباری اسلامی هم اضافه بکنید یعنی تیم هایی که مقابل اینا هستن یا ورزشکارانی که مقابل ورزشکاران ایرانی هستن این مشکلات رو ندارن ایرانیا باید با این مشکلاتم دست به گریبان باشه. خب بازیکنی مثل زهرا قمبری تلاش کرده، گل برتری رو زده. افتخاری برای فوتبال ایران و فوتبال زنان ایرانی کسب کرده. تیمش رفته بالا. روسریش از سرش افتاده. بازیکنی که تو بازی بوده و تمام فکر و ذکرش اینه که گلزنی کنه و افتخار آفرینی میکنه میاد حواسش به روسریشه؟ بعد گل رو زده، شما اون ملاهای متحجر و اون آدمای بی اصل و نسب و ببخش اینجور میگم دوزاری که تو این نظام هستن اون افتخارات اون گلزندی رو میذارن کنار میان میچسبن میگن که آقا اون روسری چرا اومده عقب و این, باز... این بازیکن الان از همون موقع محرومه من واقعا یه سوال دارم از فدراسیون آقای تاج آقای تاج واقعا میگم شما حامی این بچه ها هستید یا دشمنشون خب کسی که گعده ها و دیداراش با مقامات امنیتی و اطلاعاتی و سپاهیه خب اونا دوستشن دیگه فوتبالیست و ورزشکاران ایرانی حالا به خصوص دختران و زنان ایرانی که ایشون کاری باهاشون نداره حمایتشون نمیخواد بکنه شما آقای تاج باید میرفتی میگفتی آقا این دختر دختر قهرمان ایرانیه چه کار کرده که باید محروم بشه بعد الان خیلی ها رو واسطه کردن که آقا برید یه کاری بکنید که بخشیده بشه یه شنیدم که داره, داره کاراش انجام میشه اما مگه این دختر جنایت کرده آقا رفته گل زده تیمش رفته به محل بعدی افتخاری برای فوتبال و زنان ایرانی کسب کرده افتخار برای مردم ایران کسب کرده بعد شما چون فکرتون کثیفه فکرتون مسمومه میاد میگید که چرا مغاظب روسریش نبوده پس فعلا محرومش کنیم تا یه خود ادب بشه آخه به چه دلیل چه منطقی پشت این قضیه است بابا ام جهان اسلام که عربستانه در و باز کرده برای زنان و دخترانش ببینید چیکار دارن میکنن تا بالاترین مدارج کاری علمی و ورزشی رو دارن میرن بالا ورزشکاران عربستان، زن عربستان دیگه هیچ حجابی ندارن بعد شما این دختران و این زنان رو مجبور میکنی که ببخش گونی سرشون کنن روسری سرشون کنن بعد آقا فوتبالیست چیکار باید بکنه 90 دقیقه تو اون شرایط شرجی تایلند بازی کرده گل زده بعد مثلا حو... بعد من به بعد به روسریش باشه بابا شما چه اختاپوسایی هستید من خواهش میکنم هر کسی هر دوستی و هر همراه این ویدیو رو نگاه میکنه کامنت بذاره من خواهش میکنم به خاطر چی؟ من اینو و... نه که من بخوام منتی بذارم نه وظیفه من دارم این کار انجام میدم اما باید یه حرکتی رو شروع بکنید کامنت لطفاً بگذارید و حمایت کنید از زهرا قنبری و غنبری به امثال زهرا کسی که رفته افتخار کسب کرده باید حمایت بشه نه اینکه محروم بشه نه اینکه شماتت بشه من خواهش میکنم از همراهان چنل سود بیان کنار زهرا قمبری و, و حمایت کنن ازش حالا من بیام مثلا هی ویدیو بذارم از حواشی استقلال و پرسپولیس اینا آره اوکی من همیشه سعی میکنم موضوعات روزو پیگیری بکنم ولی این موضوع انقدر مهمه و من به شدت روی این قضیه تاکید دارم من جای دیگم ندیدم که کسی بیاد صحبت بکنه ولی من وظیفه خودم دونستم که بیام از زهرا قمبری و بانوان و دختران ایرانی حمایت بکنم من کسی هم نیستم ولی در حد خودم وظیفه دارم اگه توی رسانه دارم فعالیت میکنم بیام حداقل از حق نیمی از مردم ایران دفاع کنم زهرا قمبری دمت گرم مطمئن باش مردم ایران پشتتن حمایت میکنن و افتخاری که شما و همبازیات برای فوتبال زنان ایرانی کسب کردید در تاریخ نوشته میشه تاریخ سازی که شما کردید با هیچی نمیشه پاکش کرد شما کتاب فوتبال بانوان ایران رو طوری ورق زدید که همه افتخار میکنن بهتون من مطمئنم که اگر حمایت بشید اگر مسئولان تیم خاتون بم که تیم قدیمی هم و تیم ریشهداری در فوتبال بانوان از شما حمایت بکنن اردوهای خوب بگذارن این پتانسیل رو دارید که در محله نهایی هم گریبان حریفانتون رو بگیره لغمه گلوگیری هست من قطعا مطمئنم که این اتفاق میفته دوستان بازم در پایان عرض میکنم نه به خاطر که از من حمایت بکنید حمایت ها و کامنت هایی که شما توی این ویدیو میذارید حمایت از زنان ایرانی حمایت از دختران ایرانی حمایت از زهرا غنبری و غنبری هاست این همه تحت فشار تحت هزار تبعیض و هزار مسئله و مشکل میان و برای مردم ایران افتخار کسب میکنم امیدوارم که اتفاقات خوبی براشون بیفته و روزی برسه که حق به حقدار برسه و نیمی از جمعیت ایران بتونن شرایطی رو مثل همه دختران و زنان کشورهای دیگه داشته باشن یه زمانی اینا ادعا که عربستان و عربستان الان دیگه بعد از استام فقط اسمش مونده همه چی رو با در باز گذاشتن چون دیدن که آقا اگه بخوان این کارو بکنن یه دیوار یه حصار دور خودشون بگیره دنیا دیگه کاری باهاشون نداره دنیا دنیایی که الان زنان و مردان دختران و پسران بعد شونه به شونه همگی دارن رقابت میکنن دیوار نمیشه وسطشون کشید بسیار ممنونم زهرا قمبری عزیز امیدوارم که همیشه سلامت و برقرار باشی و افتخار کسب بکنی و ما هممون کیف کنیم سود آفیشیال فراموش نفرمایید رفقا شب و, رفق و روزتون خوش